جنگ گورکا در نظام آخوندی، حملات شدید و بی سابقه باند ولی فقیه به آخوند روحانی، یک کارگزار ولی فقیه ارتجاع. حسن روحانی برای تسلیم پذیری، ذلت پذیری و در یک کلمه وادادگی بیشتر مهارت دارد. حمید روحانی یکی از کارگزاران باند ولی فقیه طی سخنانی در جیرفت روحانی و رفسنجانی را مورد حمله قرار داد و گفت آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی به خود بالیده اند که بله دولت راه این تعامل را می شناسد. انگار راه جدیدی را کشف و ابداع کرده اند که دیگران را توان آن نباشد. بی تردید جناب آقای روحانی برای تسلیم پذیری، ذلت پذیری و در یک کلمه وادادگی بیشتر مهارت دارند. ایشان باید بدانند که دوران این گونه ترفندها به سر آمده است. افراد فرصت طلب کسانی هستند که از ابتدا با انقلاب نبودند و امروز میگویند که باید دنبال عقلانیت باشیم و عقلانیت این است که باید تسلیم آمریکا باشیم و با او کنار بیاییم. آقای هاشمی انقلابی نیست. در حقیقت در هاشمی رفسنجانی بیشتر اندیشه های لیبرالیستی تشدید بود تا روحیه انقلابی. آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به این رژیم سعودی فاسد گرایش دارد و حتی در یکی از مصاحبه هایش گفته که اگر ما با این دولت سعودی رابطه حسن داشتیم، آمریکا نمی توانست ما را تحریم نفتی کند. ببینید این حرف چقدر پوچ و بیمایه است. علیرضا زاکانی عضو مجلس ارتجاع نیز سیاست‌های داخلی و خارجی آخوند روحانی را در جلسه روز یکشنبه مجلس مورد حمله قرار داد و گفت آقای روحانی امروز با نام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوبان جناب عالی مانع از آزادی بیان و گفتن حداقلی از حقایق رخ داده در جامعه و در حوزه داخل و سیاست خارجی می‌شوند و به بهانه های مختلف حتی حق و حقوق و آزادی نمایندگان مجلس را نیز تهدید می نمایند. به راستی چرا نباید از فجایع و خیانت های رخ داده در قراردادهای نفتی به ویژه فساد نور چشمی های طلبکار امروز صحبت کرد؟ چرا در خصوص دلنگرانی ها و حساسیت برانگیز در مذاکرات هسته‌ای نمایندگان از اظهار نظر منع می‌گردند و یا بدتر از آن توجه به تحولات داخلی در صنعت هسته‌ای به خصوص در حوزه غنی‌سازی متشکرم وقت اعتماد بنده خیانت‌های آشکار و پنهان در داخل کشور پیش‌پیگیری نمی‌شود در این حوزه. حملات متقابل باند روحانی به باند رقیب. علی مطهری نماینده مجلس رژیم: نقش ولی فقیه در حکومت اسلامی نظارتی است. علی مطهری نماینده مجلس ارتجاع در جریان جنگ گورکا ولی فقیه ارتجاع را به باد حمله گرفت و جایگاه آن را در نظام آخوندی زیر علامت سوال برد. به نوشته یک رسانه حکومتی، علی مطهری طی یک سخنرانی در قزوین گفت در حکومت اسلامی رئیس جمهور حاکم بوده و ولی فقیه ناظر بر رئیس جمهور است. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیک است. آقای روحانی باید یک مقدار جسارت بیشتری داشته باشد. در یک جاهایی باید مقاومت کند. یک جاهایی باید روی حرفش ایستادگی کند. حسن روحانی در 8 ماهی که قوه مجریه را در اختیار گرفته است، در مقابل بسیاری از خواستهای محافظه‌کاران تندرو یا عقب نشینی کرده و یا سکوت اختیار کرده است. آخوند روحانی روز یکشنبه تحت عنوان حضور در جمع اساتید نمونه به صحنه آمد تا جواب باند رقیب را که روز قبل تحت عنوان دلواپسان در یک تجمع ضد روحانی حضور پیدا کرده بودند بدهد. او با براشفتگی باند خامنه ای را مورد تمسخر قرار داد و گفت این دولت از آغاز هم گفته، امروز هم تأکید میکنم، راهی جز اعتدال، دوری از افراط و تفرید، تهجر و تسلیم دیگران بودن
راهی جز عقلانیت نمیشناسه. من نمیشناسم. اون چه من میفهمم تندروی و افراط به ما لطمه زده. ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده، یه عجب میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخواییم بجنگیم، خنجر میخواییم بکشیم. حل معضلات سیاسی شعار نیست. فعلا صبح تا شب ما شعار بدیم چیزی حل نمیشه، مشکلی حل نمیشه، در هیچ علمی با شعار حل نمیشه. در همین حال روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در سرمقاله روز 15 اردیبهشت خود نوشته است: ادبیات مسئولان نظام عرصه سیاسی کشور را به شورزار فحش و تشر تبدیل کرده است.